سلام و ادب خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین امیدوار هستم که جور باشین و صحت من من حبیبه یوسفی هستم معلم درس کیمیا که در خدمت شما شاگردای عزیز هستم دوستای عزیز شاگردای نازنین قبل از اینکه درس امروز آغاز کنیم کیمیا رو شروع کنیم میخوام که یک شماره رو با شما به اشتراک بذارم که اگر سوالی دارین در طول درس یا پیشنهاداتی دارین میتونین ده این شماره برای ما روان کنید شماره به این صورت است دو سفیر نو سد و شست و چهار اف و اشتاد دو و پنج و پنج چهل سزده. که از طریقی میتونیم با ما واتساپ اینستاگرام و تلگرام با ما در ارتباط قرار بگیریم. خب شاگرد های نازنین می رویم درس شیرین کیمیا را آغاز کنیم امروز درس اول از فصل اولی کیمیا سنف هشت را در خدمت شما عزیزان هستیم که می با هم دیگه بخوانیم ابتدا می بگیم که خلاصه درس چه است و ما می چه چی مطالب را با شما کار کنیم و با هم بخوانیم ابتدا میویم نظر و عقیده دانشمندان مختلف را در رابطه با اتم با شما به اشتراک میذاریم با شما صحبت میکنیم کار میکنیم که نظر و عقیده دانشمندان در رابطه با اتم و ساختار اتم چی هستن خب به ما بگویید از شما شاگردای عزیز نازنین کدام یک از شما سفر کردن خوش دارین کدام یک خب مگه میشه ما سفر کردن خوش نداشته باشیم سفر کردن همگی ما خوش داریم میخواییم امروز با کمک یکدیگر، با همدیگه یک سفری داشته باشیم و چند سال قبل که ببینیم دانشمندای مختلف در زمان چه نظر و ای دارد در رابطه با ساختار اتم که کوچکترین واحد سازنده یک اتم میباشه که با دانشمندا چیکار آشنا شیم خب اولین دانشمندی که آمد در رابطه با ساختار اتم نظر و عقیده خود عنوان کرد دانشمند بود به نام دیموکریت میاییم نگاه میکنیم که دانشمند ها چه قسم عقیده و نظر داشتن باشه شاگردای عزیز و نازنین در رابطه با ساختار اتم قسم پیشنهاد و نظر و عقیده خود عنوان کرد که می گفت که ساختار اتم غیر قابل تقسیم است اتم که کوچکترین واحد سازنده ماده می باشه غیر قابل تقسیم می باشه این نظر و عقیده دانشمند بود همونطور که در شکل مشاهده می کنید در این دانشمند به فلسفه خنده هم معروف است به خاطر که خوشخنده و خوش اخلاق است خب این نظر و عقیده دانشمند بود دانشمند دیگه ای آمد قبل خب از شروع کنیم نظر دانشمند دیگر را بگوییم امی دانشمند یک نکته را در رابطه با ساختار اتم عنوان کرد آمد گفت که اتم های ماده ها با هم متفاوت می باشه. با عنوان مثال میتونه به این شکل باشه میتونه این شکل باشه یا شکلی دیگر باشه همین آبی که شما مصرف میکنید به نظر میرسه ای دانشمند میگفت که شکلش به صورتی دایره است کروی هست یا مواد مزه مثل لواشک میتونه شکلش به این صورت باشه پس آمد گفت دیمیکرید که اتم های ماده ها شکل های متفاوت داره خب دانشمند دیگه آمد به نام جان دالتون آمد و نظر عقیده نظر و عقیده خود عنوان کرد آمد گفت که اتم یک ساختار کوروی میان پور را داره که همون در شکل یا اسلاید مشاهده میکنید، ساختار به صورتی کوروی است یک تعریف خیلی سادر به نظر عقیده خود در رابطه با ساختار اتم عنوان کرد و بعد از او باز یک دانشمند دیگه یا مشاگرده عزیز بنامی نام جوزف تامسون که دانشمند آمد در رابطه با ساختار اتم آمد یک نظر و عقیده خود عنوان کرد یک مقدار وسعی به ساختار اتم نگاه کرد مدلی که تامسون آمد در رابطه با ساختار اتم پیشنهاد داد مدلی بود به نام ب... مدلی کیک کشمشدار هم معروف است به این که می گفت الکترون ها به مانندی کشمش ها در خمیری از بار مثبت پراکنده شده است و همچنین همچنان ما می به مدل اتمی تامسون را به مانندی یک تربوز هم مشابهت دارد می توانیم به مانند یک تربوز هم را تشریح بیتیم دیگه درست است به قسم که دانه های تربوز میتونه الکترون هایی باشه که در مغز تربوز چکار شده با چارچ, با مثبت پراکنده شده است این مدل اتمی جوزیف تامسون بود که بسیار جالب است نکته ای که جوزیف تامسون در رابطه با نظر خود عنوان کرد ای بود که می گفت اتم در مجموع خونسا هسته چون خونسا هسته بنابراین چارچ منفی که امو الکترون ها باشه یا امو دانه های کشمش یا دانه های تربوز باشه است با چارچی مثبت اما خمیری از بار از چارچ مثبت یا مغز تربوز که چارچ مثبت می باشه چارچ مثبت و منفی با هم یکسان است خب این نظریه جوزف تامسون بود در رابطه با اتم و ساختار اتم دانشمند دیگه ای آمد بعد از جوزیف تامسون گفت من نظر و عقیده شما را قبول دارم ولی من خود یک نظر و عقیده دیگه دارم در رابطه با ساختار اتم نظری که این دانشمند رادرفورد در رابطه با اتم و ساختار اتم داشت به قسمی بود رادرفورد آمد چهار آیتم را در رابطه با اتم مطرح کرد و پیشنهاد داد گفت ساختاری که من در نظر میگیرم و نظر و ایم هست به این صورت است اتم دارای استای کوچک است که تقریبا تمام کتله اتم ده هسته جای گرفته ده هسته متمرکز شده پس هسته میتونه بسیار چی باشه سنگین باشه آیتی می دیگه که آمد معرفی کرد گفت مشخصه ساختار اتم گفت هسته اتم دارای چهار مثبت هسته این دو مشخصه اول رادرفورد در رابطه با ساختار اتم بود دو آیتم دیگه ای که اماد گفت گفت حجم حجم هسته ای اتم در مقایسه با کلی اتم بسیار کوچک و ناچیز هسته بنابراین پس ما از نتیجه میگیریم که بیشتر فضای اتم را فضای خالی تشکیل میدهد. همچنان آمد گفت که آخرین آیتیمی ای که در رابطه با هسته مطرح نمود گفت که هسته ای اتم ها توسط الکترون ها ایها تر شده و الکترون ها در اطراف هسته چرخش میکنه خب این چهار آیتمی رادرفورد خوب بزن خود بسپاری شاگردان نازنین من از شما یک سوال دارم به نظر شما این آیتم های با توجه به آیتم هایی که رادرفورد گفت و ما شما شما همیالی با هم دیگه کار کردیم که هسته در مرکز قرار گرفته و الکترون ها در اطراف هسته چرخش میکنه ای برای شما چی یادآور میکنه؟ مشابه چی میتونه باشه شاگردای عزیز؟ مشابه؟ آفرین احسن به شما شاگردای عزیز و نازنین این مشابه به چی میشه به مشابه با منظومه شمسی میتونه باشه صحیح است آفرین بر شما منظومه شمس اگر شما دقت کرده باشین آفتاب در مرکز قرار گرفته و دیگه سیارات در اطراف او قرار گرفته مدلی اتمی رادرفورد هم به همین قسم است هسته در مرکز قرار گرفته و الکترون ها در اطراف هسته در حال چرخش هسته صحیح است پس اگر یگان جای دیدین و شنیدین که مدل منظومه شمس از کدام دانشپند هستش شما در ذهنتان که این مشابهت داره با مدل اتمی رادرفورد آمد. یک نظریه و یک نظر و عقیده خود در رابطه با ساختار اتم گفت به این صورت که گفت من تمامی نظر و عقیده های شما را قبول دارم دانشمندا اما ما خود یک نظر دارم ای که الکترون ها در اطرافی هسته بر روی سویه های معین در چرخش هسته که نه انرژی جذب میکنه و نه انرژی آزاد میکنه که آمد تکمیل کرد این نظریه های یا مدل های اتمی دیگه دانشمند داره که همونطور که در سلایت مشاهده میکنید نیلز ساختاری که برای یا مدل اتمی که برای اتم ها در نظر گرفت به این صورت میباشه خب شاگردهای عزیز و نازنین در این قسمت درس ما به اتمام رسید حالا میریم یک جنبندی داشته باشیم که ببینیم که ما و شما امروز چی کار کردیم و چی چیزهایی را یاد گرفتیم به طور خلاصه می خواهیم بگویم امروز ما آمدیم در رابطه با نظر و عقیده های دانشمندان مختلف در رابطه با ساختار اتم گپ زدیم درست است؟ اولین دانشمند دیموکریت بود که آمد به ما گفت چی؟ گفت ساختار اتم غیر قابلی تقسیم است که یک نظریه ساده بود بعد دانشمند دیگه آمد به نام جان دالتون که چی گفت ساختار اتم یک ساختار کروی و بعد یک دانشمند جوزیف تامسون آمد که آمد گیر تکمیل کرد نظر وقتی قیده بقیه دانشمندان گفت یک خورده پیشرفته تر کار کرد و گفت ساختاریتون به مانندی یک کیک کشمش کی 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 دار می باشد که الکترون ها اما کشمش هاست در درست است که در خمیر از چهار مصبت پراکنده شده است و بعد دانشمند دیگه رادرفورد آمد چهار تا آیتم را گفت گفت حسد مرکز قرار گرفته الکترون ها در اطراف او چرخش میکنه مدلش به مانند مدل منظومه شمس بود و در آخر هم نیلز آمد در رابطه با مدل اتمی خود توضیح داد که الکترون ها در اطراف هست در سویه های معین در چرخش هستند درست است؟ این خلاصه و جنبندی درس امروز ما بود ما با هم دیگه کار کردیم خوالی شاگرده عزیز چند تا کار خانگی براتان آمده که ای را خوب دقت کنید برای تون میگم شما برای دخانه مطالب را بخوانید اینا روش فکر کنید کار کنید و جلسه یا آنده برای ما بیارید با هم دیگه بررسی کنیم نگاه کنیم که ببینیم که کی, کی درست حل کرده کی درست حل نکرده که باز در او قسمت هر شاگردی که خوب درس خوب فامیده باشه و همچنان کار خانگیره خوب الکده باشه برش یک پوهند مثبت در نظر میگیری خب کار خانگی چی است؟ دو قسم کار خانگی برسان آبوزیم یکیش به این صورت است مشخص نمایید شکل های زل کدام مدل اتمی را نمایش میدهد خب همون که به شکل مشاهده میکنید شاگردای عزیز و نازنین ما دو مودیل اتمی رو براتون نشان دادیم خب اینا را دقت کنید سعی کنید این سوال بسیار سوال ساده است اگر درس بخونید و مطالعه کرده باشه یا همین امروز به ذهنتون سپرده باشین میتونید بگین که این مدل ها مربوط به کدام دانشمند است خب قسمت بعدی سال شباهت ها و تفاوت های دو مودیل اتمی نشان داده شده را که در قبل براتون نشان دادم دا بیان نمایید با هم مقایسه کنید این سوال یک کمکی میتونه سختتر باشه اما شما میتونید از پس این سوال بر بیاین و را حل کنید که درس را خوب فامیده باشید خب شاگرده عزیز و نازنین درس امروز ما در اینجا به اتمام رسید امیدوار که درس را امروز خوب فامیده باشین شما را به خداوند بزرگ می سپارم یا ایتان نرود که اگر سوالی دارید یا پیشنهاداتی دارید می تانید به شماره که در زیر بریتان زیر نویس می شود برای ما روان کنید دوات واتساب در تلگرام در اینستاگرام که ما با شما در ارتباط قرار بگیریم شاگردای عزیز مانده نباشید شما را به خدا می سپارم خدا نگهدارتان باشه